سلام به همه دوستان. مبحثی که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم داروی متفورمین هست و ارتباطی که بین مراقبت‌های لازم برای مصرف کنندگان این دارو با تصویربرداری با مواد حاجب وجود داره رو بیشتر بررسی می‌کنیم. متفورمین در واقع یک داروی خوراکی از دسته داروهای بیگوانین هستش. توی تصویر می‌بینیم این دارو به صورت خوراکی و قرص تولید میشه. متفورمین چون دارویی هستش که عملکرد ضد افزایش قند خون داره، معمولا برای درمان بیماران مبتلا به دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین یا همون دیابت نوع 2 تجویز میشه. نکته‌ای که برای تجویز متفورمین برای بیماران دیابتی باید بهش توجه کنی اینه که گام‌های اول در درمان دیابت نوع 2 تجویز رژیم غذایی و درمان با سولفونیل اوره هست. اگر این دوتا راهکار جواب نداد برای این بیماران، قدم بعدی تجویز داروهایی مثل متفورمین هست برای اونا. موضوع دیگه هم که اینجا مطرحه اینه که متفورمین دیابت این بیماران رو درمان نمی کنه، بلکه فقط میاد و قند خون اونها رو کنترل می کنه و توی رنج نرمال خودش نگه می داره. دقیقا مثل داروهای فشار خون. صرفا این داروها داروهای کنترل کننده هستن، نه درمان کننده. بیماری های دیگه‌ای که برای درمانشون از متفورمین استفاده میشه بیماری‌هایی هستن مثل اختلال متابولیسم کربوهیدرات و درمان سندروم تخمدان پلی‌کیستی، که البته توی این بیماری ها خیلی متداول نیست تجویز متفورمین، ولی میبینیم که گاهن برای درمان این بیماران این دارو رو تجویز میکنن. این دارو هم به صورت منفرد و تکی برای بیماران تجویز میشه که اصطلاحاً بهش میگیم مونوتراپی، و هم میتونه در ترکیب با مواد داروی دیگه و داروهای دیگه برای بیماران تجویز بشه. خب ما اینجا یه جدول دو ستونه رو داریم که توی ستون اول خود داروی متفورمین به تنهایی و در ترکیب با داروهای دیگه اومده که معمولاً برای بیماران دیابتی تجویز میشن، و توی ستون دوم هم نام‌های تجاری اونها اومده که توی بازار مصرفی و داروخونه‌ها با این اسم‌ها شناخته میشن. و نکته که هست اینه که این جدول برای آمریکا در سال 2014 هست و خب یه سری نام‌هایی که من اینجا با ستاره جلوشون مشخص کردم توی ایران یه تفاوت‌های خیلی کمی با این جدول دارن که الان همه اینها رو برای شما میگم. خود داروی متفورمین به صورت منفرد نام‌های تجاری خیلی زیادی داره که اینجا 5 تاش رو آورده: گلوکوفاژ، گلوکوفاژ ایکس آر، فورتامت، گلومتسا و ریومت. بعدی متفورمین در ترکیب با گلایبورای، اسم تجاریش گلوکوونز، گلیپزایت و متفورمین، متاگلیپ، لینیگلیپتین و متفورمین، جنتاجوئتو، متفورمین و پایوگلیتازون، اسمهای اکتوپلاسمت و اکتوپلاسمت ایکس آر که توی ایران به اسمهای بیشتر آکتوس و هیپوتازون شناخته میشه. بعدی رپاگیلیناید و متفورمین به اسم پاراندیمت، ولی خب ظاهرن توی ایران اسم خاصی نداره و به همون اسم خودش این دارو زده میشه. بعدی روزیگلاتازون و متفورمین اسم آواندامت، ساکساگلیپتین و متفورمین به اسم کامبیگلاید ایکس آر که چون نسخه های اروپایی بیشتر به ایران وارد میشه شاید این اسما بیشتر متداوله تو ایران، یعنی اونگلایزا و کیوتر. آخری هم سیتاگلیپتین و متفورمین هستش که نام های تجاری جانومت و جانومت ایکس آر هست. گفتیم که متفورمین یه داروی ضد افزایش قند خونه. میخوایم ببینیم که این دارو چه مکانیسمی در بدن داره و چه تغییراتی رو در بدن ایجاد میکنه که نهایتا منجر به کنترل و کاهش قند خون در بیماران دیابتی میشه. خب اولین کاری که میتونیم بگیم به صورت کلی این دارو انجام میده افزایش حساسیت سلول‌های بافت‌های بدن نسبت به انسولین هست. اینجا برای مثال
سلول‌های دو تا بافت بدن رو آورده که من حالا میام و بیشتر باز میکنم تغییراتی که توی این سلول‌ها ایجاد شده. همونطور که توی تصویر میبینین من یه سلول بافت ماهیچه‌ای رو اینجا مشخص کردم. توی سلول‌های ماهیچه‌ای این دارو باعث کاهش لیپوژنز میشه، یعنی فرآیندی که توش از مواد غیر چربی مثل همین کربوهیدرات و گلوکوز بخواد لیپید و مواد چربی ساخته بشه. بعد باعث افزایش ذخیره گلوکوز میشه که خب یعنی گلوکوز رو به صورت گلیکوژن بافت‌ها میتونن تا یه مقدار کمی ذخیره کنن در بدن. و هم باعث افزایش FA اکسیداسیون میشه یا فتی اسید اکسیداسیون، فرآیندی که توش اسیدهای چرب توی میتوکندری تجزیه میشن و از اونها انرژی به دست میان. یعنی سلول‌ها به جای اینکه بیان و با متابولیزه کردن گلوکوز انرژی خودشون رو تامین کنن، میان از مولکول‌های دیگه استفاده میکنن مثل مولکول‌های اسید چرب. اینجا هم سلول‌های یک بافت چربی رو نشون داده که می‌بینید دقیقا همون تأثیراتی که برای یک سلول ماهیچه‌ای می‌ذاره، متفورمین برای سلول‌های چربی هم می‌ذاره. فقط کار اضافه دیگه که انجام میده اینه که لیپولیز رو هم توی این سلول‌ها کاهش میده. یعنی در واقع هر گونه شکست چربی و ذخیره چربی رو به منظورهای دیگه توی سلول‌های چربی متوقف می‌کنه، در عوض میاد ذخیره گلوکوز رو توی اون افزایش میده و از یه سری مولکول‌های چربی مثل همون اسیدهای چرب هم برای تولید انرژی سلول استفاده میشه. ارگان دیگه که متفورمین روش تاثیر زیادی میذاره کبد هست که به صورت کلی باعث کاهش تولید گلوکوز در کبد میشه، چون کبد ارگانی هستش که بیشتر ذخیره گلوکوز بدن توی این ارگان انجام میشه و گلوکوز به صورت گلیکوژن توی کبد ذخیره میشه. پس توی کبد بیشتر باعث افزایش ذخیره گلوکوز میشه، باعث افزایش FA اکسیداسیون میشه. یعنی اینجا هم ارگان سلول‌های ارگان انرژی خودشون رو از اسید چرب تامین میکنن، لیپوژنز کاهش پیدا میکنه، گلیکوژنز کاهش پیدا میکنه و گلیکولیز هم توی این ارگان کاهش پیدا میکنه. یعنی شکست گلوکوز به دو تا مولکول سه کربونه پیروواد و مولکول های مثل ATP و NAD هاش که در واقع انرژی در اینها ذخیره میشه توی کبد کم میشه. یعنی انرژی سازی از گلوکوز توی کبد کاهش پیدا میکنه. کار دیگه که متفورمین به صورت کلی در بدن با انجام میده اینه که باعث افزایش ترشح انسولین در بدن میشه که این هم به صورت غیر مستقیم هست هم به صورت مستقیم. اولین ارگانی که به صورت غیر مستقیم باعث این میشه در واقع روده کوچیک هستش. متفورمین تو روده کوچیک باعث ترشح یک هورمونی به اسم GLP-1 میشه که مخفف گلوکاگون لک پپتاید 1 هست. یعنی از اسمش هم معلومه یک هورمون پپتیدیه که ترشح این هورمون باعث ترشح انسولین میشه. یعنی هورمونی هستش که باعث تشدید ترشح هورمون دیگه ای تو بدن میشه و متفورمین با اثرگذاری بر روده کوچیک باعث میشه که این هورمون از روده کوچیک ترشح بشه. اثرات دیگه ای هم روی روده کوچیک داره متفورمین، مثلا باعث کاهش جذب و هضم گلوکوز توسط روده کوچیک میشه و به جاش مصرف گلوکوز رو توی این ارگان افزایش میده. دقیقا به همین دلایل هم هستش که بیماران دیابتی که متفورمین مصرف میکنن بعد از این مدتی میبینیم که دچار کاهش وزن میشن، چون تو بافت‌ها و ارگان‌های بدن این افراد داره برای تولید انرژی از مولکول‌های چربی استفاده میشه. و آخرین ارگانی که متفورمین اثرات زیادی روش میذاره پانکراس هستش، به عنوان محلی که انسولین در اون از سلول‌های جزیره لانگرهانس ترشح میشه. خب توی پانکراس باعث افزایش ترشح انسولین میشه و افزایش ترشح هورمون GLP-1، یعنی باز هم تشدید میکنه ترشح همون انسولین رو. و کارهای دیگه که انجام میده اینه که باعث میشه توی پانکراس آپوپتوز سلولی یا مرگ برنامه‌ریزی سلولی کاهش پیدا کنه و به جاش پانکراتیک پروژنیتورز یا
همون سلول‌های بنیادین و استمسل‌های پانکراس افزایش پیدا کنن، تقسیمشون افزایش پیدا کنه، متمایز بشن و نهایتاً ما سلول‌های بیشتر لانگرهانسی داشته باشیم که این خودش باعث افزایش ترشح انسولین میشه. متفورمین هم مثل هر داروی دیگه‌ای یک سری عوارض جانبی میتونه داشته باشه که اینها معمولا به دو دسته تقسیم میشن. یکی عوارض جانبی رایج این دارو هستن و یک سری عوارض جانبی خطرناک داره که من از اینها دو مورد را آوردم، یکی هایپوگلیسمیا و لاکتیک اسیدوزیس هست که همه اینها رو میام به ترتیب توضیح میدم براتون. دسته اول همون عوارض جانبی رایج هستن، مثل اسهال، تهوع، گاز معده، دل درد و سوزش سر دل، که این عوارض معمولا خفیفن و توی مدت کوتاهی از بین میرن. عارض بعدی که ممکنه مصرف این دارو داشته باشه هایپوگلیسمی هستش، یا همون افت و کاهش قند خون بیمار که علائمش عبارت است از سردرد، لرزش بدن، اینکه بیمار همیشه حالت عصبی داره، افزایش ضربان قلب، تعرق بیش از حد و خواب‌آلودگی و گیجی، که اگر این علائم ادامه دار باشه و همینطور شدیدتر بشه اون وقت بیمار باید به پزشک حتما مراجعه کنه. و عارضه بعدی که اسیدوز لاکتیک هست که مهمترین عارضه جانبی متفورمین هست، به عنوان اینکه خیلی خطرناکه اگر در بیمار رخ بده. علائم اسیدوز لاکتیک اینا هستن: کاهش ضربان قلب که دقیقا برعکس هایپوگلیسمی هست، خستگی، ضعف و ضعف عضلانی، خواب‌آلودگی، سرگیجه، تنگی نفس و درد شدید معده، که اگر بیمار این علائم بهش دست بده حتما و حتما باید به عنوان یک مورد اورژانس به پزشک و بیمارستان مراجعه کنه. به صورت کلی هم هر عاملی که توی بدن باعث کاهش دفع متفورمین بشه یا افزایش سطح لاکتات خون در بدن بشه و این لاکتات در بدن تجمع پیدا کنه، میتونه این ریسک رو به وجود بیاره که اسیدوز لاکتیک در بیمار رخ بده. از اونجایی که این عارضه مهمی هستش و احتمال مرگ و میر هم توی اون بالاست، پژوهش‌های زیادی در موردش انجام شده که ما اینجا دو مورد رو توی بیماران دیابتی مصرف کننده متفورمین براتون میاریم. اولا که توی تحقیقاتی که انجام شده تخمین زدن که به صورت سالانه نرخ رخ دادن اسیدوز لاکتیک توی این بیماران از هر 1000 تا بیمار حدود 0 تا 84 هزار هستش، یعنی از هر 1000 بیمار سالانه 0 تا 84 تا بیمار میتونه توشون اسیدوز لاکتیک رخ بده. و بین این بیمارانی که توشون این عارضه رخ داده آمار مرگ و میرشون حدود 50% بود، یعنی نصف این بیماران، که خب واقعا آمار کمی هم نیستش. ولی خب بعد که اومدم بیشتر بررسی کردم این کیس ها رو، دیدن که توی همه این مواردی که منجر به مرگ و میر شده این بیماران یک یا چند مورد منع مصرف متفورمین داشتن، حالا یا داروی دیگه مصرف میکردن یا بیماری های دیگه همزمان داشتن که در صورت مثلا وجود اونها نباید متفورمین مصرف میکردن، ولی حالا به هر دلیلی بهش بی‌توجهی شده و منجر به این اتفاق شده، که حالا من تو اسلایدهای بعدی اون در واقع موانع مصرف متفورمین رو هم کاملتر توضیح میدم. مطالعه دیگه هم که انجام شده یک مطالعه طولانی مدت بوده 13 ساله توی سوئد، که اومده بودن از بین بیمارهای مصرف کننده متفورمین که توشون اسیدوز لاکتیک رخ داده یه سری مواردی رو تصادفی انتخاب کردن و توی این 13 سال 16 تا مورد پیدا شد که بدون استثنا همه این 16 تا مورد چندین تا عامل چند ابتلایی همزمان که اصطلاح انگلیسیش هم کوموربیدیتیس هستش داشتن، که بیشتر بیمارهای قلبی عروقی و کلیوی بوده. یعنی اینجا هم باز
یه سری عوامل دیگه بوده که باعث بروز اسیدوز لاکتیک شده. اگر بخوایم ارتباط بین این عارضه رو با در واقع بیکفایتی و اختلال کلیوی بررسی کنیم، لازم اصلا بدونیم که دفع متفورمین توی بدن چجوری هستش. خب متفورمین وقتی که بیمار مصرف میکنه، 90% این متفورمین که تو بدن بیمار جذب میشه تو همون 24 ساعت اول توی کلیه ها و از طریق تصفیه گلومرولی و دفع توبولار از بدن بیمار دفع میشه. یعنی چی؟ یعنی کلیه ها خب وظیفه دفع رو به عهده داره. و اینکه متفورمین دیدیم که توی اسلاید قبل هم که روی روده کوچیک یک سری تأثیراتی رو میذاره، ولی خب یه تأثیر منفی هم میذاره توی روده کوچیک و اون هم افسایش تولید اسید لاکتیک هستش و این خودش باعث افسایش لاکتات در خون میشه و لاکتات اگر در خون زیاد بشه خب سمیه و اون هم باید توسط کلیه ها باید متابولیزه و دفع بشه از بدن. پس در نتیجه اگر بیمار ما نارسایی کلیه یا بیماری های کلیوی حاد داشته باشه، این میتونه یه عامل تهدید کننده برای بیمار باشه، چون اون وقت متفورمین و به خوبی دفع نمیشه و ممکنه اون لاکتات هم توی خون به خوبی دفع نشه و تجمع پیدا کنه و نهایتا منجر به بروز اسیدوز لاکتیک توی بیمار بشه. میخوایم موارد منع مصرف داروی متفورمین رو اینجا یه بررسی کوتاهی روش بکنیم. دو عامل اول منع مصرف و تجویز متفورمین، یکی اختلال عملکرد کبد و دیگری سوء مصرف الکل. و خب این دوتا هر دوتا در واقع باعث کم شدن توانایی بدن در متابولیزه کردن لاکتات میشه و به همین دلیل هم میتونه برای این بیماران خطرناک باشه و منجر به اسیدوز لاکتیک بشه. پس اینها جزو موارد منع مصرف متفورمین هستن. عامل های بعدی یکی نارسایی قلبی، ایسکیمی میوکارد قلب یا در واقع عضلات اسکلتی و عفونت های شدید هستن. اینها هم همگی چون در واقع باعث کمبود اکسیژن رسانی و عدم اکسیژن رسانی به بافت ها میشن، باعث میشن که سلول های این بافت ها رو بیارن به متابولیسم بی هوازی به جای متابولیسم هوازی. و همونطور که میدونید هم یکی از محصولات متابولیسم بی هوازی در سلول ها تولید لاکتات است. پس باعث افزایش تولید لاکتات میشن که خب این ممکنه باعث تجمع لاکتات در بدن این بیماران بشه، چون متفورمین هم خودش باعث تولید اسید لاکتات میشه توی روده کوچیک. پس اینها هم میتونن از موارد منع مصرف متفورمین باشن. مورد بعدی بیماری های کلیوی هستش که اختصار آردی بهش گفته میشه، که به خصوص اگر بیماران تو مراحل نهایی در واقع بیماری های کلیوی باشن، یعنی مراحل 4 و 5 که دیگه آسیب حاد و مزمن کلیوی و نارسایی کلیوی هست، چون متفورمین به خوبی دفع نمیشه میتونه باعث تجمع لاکتات و افزایش اسید لاکتیک خون بشه و این ممکنه خطر اسیدوز لاکتیک رو در بیمار افزایش بده و خطر مرگ رو در بیمار همینطور. آخرین مورد هم این هستش که بیمارهایی که میخوان تحت تصویر برداری با مواد حاجب یوددار قرار بگیرن، که این مورد مثل موارد دیگه نیستش که بگیم دائمیه و حتما باعث منع مصرف متفورمین میشه، بلکه این مورد خودش تحت شرایط خاصی باید برای بیمار منع بشه و همیشه یک عامل منع کننده حساب نمیشه. ولی خب حتی به صورت کلی هم توی این بروشورهایی که داخل جعبه داروها هست برای متفورمین مثلا اومده که باید برای بیمارهایی که میخوان تحت تصویر برداری با مواد حاجب یوددار قرار بگیرن، بهتر که موقتاً منع بشه، چون که بعد از ترجیح مواد حاجب
ممکنه که تو این افراد آسیب حاد کلیوی ایجاد بشه و در اون صورت اون وقت متفورمین میتونه تجمع پیدا کنه و سطح لاکتات خون این افراد میتونه بره بالا و آرزوهای بدتری رو برای بیمار داشته باشه. مورد آخر فقط بستگی به وضعیت کلیه های بیمارها نداره، بلکه ممکنه به سن بیمارها هم بستگی داشته باشه، چون هرچی که سن بیماران بالاتر باشه عملکرد کلیویشون قطعا ضعیف‌تر میشه و بهتره که برای افراد مسن‌تر، یعنی بیماران دیابتی مسن‌تر که متفورمین مصرف میکنن، موارد احتیاطی بیشتری رو توی این مورد استفاده کنیم و حتی مثلا برای اونها بیشتر منع مصرف متفورمین صدق میکنه. اینجا لازمه ما برای مدیریت بیمارانمون یه سری چیزهایی رو بدونیم و بعد با این دانسته ها بیایم و بیمارانمون رو مدیریت کنیم و مراقبت های لازم رو قبل و بعد از تصویر برداری با مواد حاجب انجام بدیم. من اینجا 7 مورد رو آوردم، همه رو تک تک بررسی میکنیم. مورد اول اینه که ما باید بدونیم که ریسک آسیب حاد کلیوی پس از کنتراست توی بیمارهایی که متفورمین مصرف میکنن و بیمارهایی که دیابت ندارن و اینو مصرف نمی کنن یکسان هست. یعنی تا حالا چیزی نیومده که اثبات کنه که نه اینها احتمال AKI توشون بیشتر از مثلا بیماران دیگه است. حالا در چه صورتی بیماران مصرف کننده متفورمین باید براشون نگرانی بیشتری داشت و مدیریت سختگیرانه تری رو براشون اعمال کرد؟ در صورتی که این بیماران داره آسیب حاد کلیه یا بیماری مزمن کلیوی باشن، این همون مراحل نهایی آردی که گفتیم، مراحل 4 و 5 آردی. همینطور اگه توی بیمارهایی که متفورمین دارن مصرف میکنن یه سری شواهدی باشه که نشون میده کلیه اینها متفورمین رو با تأخیر دفع میکنه، یعنی مثلا اونجا که گفتیم 90% رو در 24 ساعت دفع میکنه، مثلا یا توی 72 ساعت دفع کنه، خب این خطرناکه. یا اینکه اون عواملی رو که گفتیم مثلا ممکنه باعث کاهش متابولیسم کردن اسید لاکتات بشن، مثلا اختلال کبد، یا افزایش متابولیسم بی هوازی بشن، مثلا طرف تا حالا چندین بار اینفارکشن قلبی داشته و میوکاردش ایسکیمی داره، خب اینها میتونه مسئله ساز باشه. باید حتما مدیریتمون سختگیرانه تر باشه برای این افراد. مورد بعدی گزارش هایی هستش که اومده رخ داده اسیدوز لاکتیت رو توی بیمارانی که متفورمین مصرف میکردن و بعد ما اومدیم بهشون ماده حاجب یوددار تزریق کردیم و بررسی کردن و میبینیم توی هیچ کدوم از این گزارش ها نیومده اثبات کنه که همه این موارد به هم کاملا مرتبطن. پس باید اینم حتما در نظر داشته باشیم که واقعا تا حالا اثبات نشده که لزوماً مصرف متفورمین توی این بیماران باعث رخ داده اسیدوز لاکتیت شده. بعدی شواهد بالینی توی بیماران هستش در رابطه با نفروتوکسیسیتی یا سمیت کلیوی، که اینجا هم باز میگه که شواهد بالینی تا حالا توی این بیماران بعد از تصویر برداری دیده نشده که بخواد توشون CIN یا همون نفروتوکسیسیتی ایجاد بشه. خیلی ضعیف یا در حد صفر این شواهد، یعنی عملا شواهدی تا حالا وجود نداشته. مورد بعدی همونطور که گفتیم بیماران مسن‌تر هستن که نیازمند مراقبت‌های بیشتری هستن این بیماران. فقط یه چیزی که باید توی نتیجه آزمایش کراتینین بیماران مسن بهش دقت کرد اینه که توی این بیماران حجم عضلات خوب کاهش پیدا می‌کنه، در نتیجه میزان کراتینینی هم که توی بدن اینها تولید میشه نسبت به یک فرد مثلا جوان‌تر خوب کمتره. در نتیجه توی سطح کراتین سرومشون ممکنه ببینیم عدد نرمال خورده، ولی این ممکنه گمراه کننده باشه، یعنی ممکنه که واقعا کلیهشون عمل کرده نرمال نداشته باشه، آسیب دیده باشه، ولی خب به دلیل اینکه کراتین تولید شدن تو بدنشون کمتر بوده
سطح نهاییش رو توی آزمایش خون نرمال زده شده و ما باید حتما برای خودمون همیشه برای بیمار محسن هر چی که توی نتیجه آزمایش خون بود یه ذره بدتر در نظر بگیریم و بعد بخوایم کارهای بعدی رو انجام بدیم. و بعد هم اقدامات پیشگیرانه هستش که همیشه به منظور پیشگیری از افزایش لاکتیک اسید توی بیماران دیابتیکی که دارن متفورمین مصرف میکنن بهتره که از این بیماران آزمایش کراتینین گرفته بشه و حتما عملکرد کلیهشون رو به همین شکل تخمین بزنیم. حالا آزمایش کراتینین کامل خودش سه مرحله داره. یکی بی ام آی بیمار رو اندازه میگیرن، بعد اینکه در طی 24 ساعت چندین نمونه ادراری از بیمار گرفته میشه و آزمایش میشه، و آخرین همین که آزمایش خون از فرد گرفته میشه و سطح کراتینین توی سرم خون اون افراد رو اندازه میگیرن که من اینجا توی شکل هم یه شکل هم آوردم که داره همین رو نشون میده و داره نشون میده که در واقع نورمال رنج کراتینین توی خانم‌ها و آقایان چجوریه که میبینیم فرق هم داره. توی خانم‌ها از 0.6 تا 1.1 میلی گرم بر دسیلیتر هست و در آقایان هم از 0.7 تا 1.3 میلی گرم بر دسیلیتر. آخرین مورد هم که باید بهش توجه کنیم موارد اورژانسی هست، یعنی یه بیوانی رو میارن که این کیس اورژانسیه و توی استوریش هم نگاه میکنیم چیزی در مورد کلیه‌هاش نیومده و میفهمیم که بیمار مثلا دیابتیکه، متفورمین مصرف میکنه و خب وقت هم نداریم که بخوایم الان ازش یک آزمایش کراتینین کامل بگیریم که بخوایم عملکرد کلیه‌اش رو مشخص کنیم و واقعا همین احتمال هستش که فرد عملکرد کلیه‌اش غیر طبیعی باشه. توی این شرایط حتما باید پزشک اونجا حضور داشته باشه، وضعیت بیمار رو ارزیابی بکنه، همه خطرات احتمالی باید پیش بینی بشن و برای جلوگیری از اونها باید همه موارد احتیاطی رو حتما در نظر بگیریم و انجام بدیم که این خودش شامل چند تا کار هست. اولا که دیگه اینجا چون نمیدونیم عملکرد کلیه بیمار به چه شکلی یا حتی چه بیماری‌های زمینه خاصی داره، حتما منع مصرف متفورمین برای بیمار داریم. حتما باید چک کنیم بیمار هیدراته باشه، یعنی میزان آب دفعی بدنش با آب مصرفی بدنش با هم دیگه حداقل اینه که یکسان باشه، و اگر نبود، یعنی بیمار حالا به هر دلیل مثل تهوع یا اسهال دهیدراته شده بود بدنش، یعنی آب دفعی بدنش بیشتر از آب مصرفی شده بود، حتما دوباره هیدراسیون انجام بشه، چون که میدونیم هرچی که آب بدن بیشتر باشه بدن هیدراته تر باشه، خب کلیه ها کارشون برای دفع مواد حاجب و متفورمین راحت تره. و مورد بعدی این که باید هر گونه امون عواملی که ممکنه واسه تجمع اسید لاکتات هم بشن پزشک باید حتما بررسی کنه و بعد میتونیم تصویر برداری روی این بیمار انجام بدیم. خب اومدیم همه این موارد و نکات مدیریتی رو گفتیم، تمام شواهد و گزارش های نگاهی انداختیم در مورد مصرف متفورمین و عوارضش تا اینکه برسیم به این که بتونیم یک دسته‌بندی مناسب برای بیمارانمون داشته باشیم و با این دونسته ها بیاییم و برای هر گروه از بیمارها بهترین مدیریتی که میشه رو اعمال کنیم. من اینجا دو تا دسته‌بندی آوردم، یکی دسته‌بندی پیشنهادی ACR هستش و اون یکی هم دسته‌بندی طبق گایدلاین FDA هستش که هر دوتای اونها رو بررسی میکنیم. توی این دوتا دسته‌بندی چیزی که مشترک هست اونم اینه که جفتشون بر اساس عملکرد کلیوی بیماران تنظیم شدن که توسط EGFR یا نسبت فیلتراسیون گلومرولی اندازه گیری میشه. و تفاوتی هم که دارن اینه که خب ACR توش سختگیری کمتری به کار رفته و دلیلی هم که ACR برای این کارش ارائه میده اینه که با این کار خواسته که مدیریت بیماران رو برای کارشناسان تا حد ممکن آسان‌تر بکنه که در نتیجه اون آسیب و هزینه احتمالی هم برای بیمار کمتر بشه. دسته اول بیماران، بیمارانی هستن که EGFRشون بزرگتر یا برابر با 30 میلی لیتر بر دقیقه هستش و توی اونها هیچ شواهدی از آسیب حاضر کلیوی هم دیده نمیشه. توی این دسته از بیماران هیچ محدودیتی برای مصرف متفورمین نداریم، یعنی چه قبل
و چه بعد از در واقع تجویز مواد حاجب یوددار نیازی به قطع مصرف متفورمین نیستش و همچنان بعد از سست برداری هم نیازی نیست که بخوایم دوباره بیایم عملکرد کلیه های بیمار رو ارزیابی کنیم و بعد مثلا بخوایم طبق اون تصمیم گیری داشته باشیم. نه، هیچ محدودیتی نداریم. دسته دوم بیماران بیمارانی هستن که یا توشون آسیب حاد کلیوی یا مراحل 4 و 5 و نهایی آردی مشاهده بشه و EGFRشون کمتر از 30 میلی‌لیتر بر دقیقه باشه و یا اینکه اصلا بیمارانی هستن که در حال انجام مطالعات کاتتر شریانی هستن، یعنی بیمارانی هستن که میخواین روشون آنژیوگرافی انجام بدین. و یه حالت دیگه این هستش که بیماری هستن که انقدر اوضاع کلیویشون وخیمه که دیالیز میشن. خب تو این موارد آخری که گفتیم احتمال آمبولی و آتروماتوز توی شریان‌های کلیه خیلی زیاد میشه، یعنی به عبارتی احتمال انسداد شریان‌های کلیویشون میره بالا که این میتونه باعث اختلال در عمل کرده کلیه و عوارض بعد از اون بشه توی این بیمارا. و همین ما توی این بیمارا محدودیت متفورمین داریم، اما بعد از تصویر برداری، یعنی تا قبل از تصویر برداری نیاز نیستش که متفورمین حتما قطع بشه مصرفش، ولی بعد از انجام تصویر برداری باید تا 48 ساعت مصرف متفورمین قطع بشه و فقط بعد از اینکه اومدیم دوباره EGFR بیمار رو اندازه گیری کردیم و مطمئن شدیم که عملکرد کلیوی بیمار نرمال شده، اون وقت بیمار میتونه دوباره بیاد و مصرف متفورمینش رو از سر بگیره. دسته‌بندی دوم دسته‌بندی FDA هستش. فقط اینکه قبل از اینکه بخوایم بیمار رو بگیم، ولی نکته به این که FDA خیلی اومده تاکید کرده که حتما توی این تصویر برداری هامون برای اندازه گیری در واقع و ارزیابی عملکرد کلیوی بیمارامون حتما از EGFR استفاده کنیم تا پارامترهای آزمایشگاهی مثل همون غلظت کراتین سرام خون. و دلیلی هم که اومده براش آورده اینه که EGFR خیلی کامله، یعنی علاوه بر غلظت کراتین همه پارامترهای مهم دیگر رو هم اومده در واقع در نظر گرفته، مثل سن، جنس، نژاد و وزن و بی ام آی بیمار که ما دیدیم تو اسلات های قبل کراتینین به تنهایی آزمایش خونش یا آزمایش کامل نیست، بخش های دیگه ای داره تا بخواد کامل باشه. و همین که مثلا چون سن بیمار رو در نظر نمیگیره، ما توی افراد مسن‌تر ممکنه خطا داشته باشیم در اندازه گیری. و خب در نتیجه EGFR خیلی کار ما رو آسون میکنه به خاطر اینکه دیگه نیازی به تحلیل کردن نیستش بعد از اینکه ما نتیجه رو دیدیم و راحت میتونیم بر طبق اون تصمیم بگیریم که چه مدیریتی رو اعمال کنیم. FDA گفتیم سختگیری بیشتری داره، اومده بیمار رو به 3 درصد تقسیم کرده، همینطور محدودیت ها رو هم از یه EGFR بالاتری تو بیمارها شروع کرده، یعنی مثلا دسته اول بیمارهای ما میشن بیمارانی که EGFRشون بزرگتر یا برابر 60 میلی لیتر بر دقیقه هستش. که توی این بیماران گفته بله، ما توی این بیماران هیچ محدودیت خاصی برای مصرف متفورمین نداریم، چه قبلش و چه بعدش بیمار میتونه مصرف متفورمینش رو داشته باشه. توی دسته دوم بیمارانی رو داریم که یا EGFRشون بین 30 و 60 میلی‌لیتر بر دقیقه هست و اینکه دچار بیماری‌های زمینه‌ای دیگه هستن، مثل اختلال در عملکرد کبد، سوء مصرف الکل و نارسایی قلبی. که توی این بیماران ما باز هم قبل از تصویر برداری با مواد حاجب یوددار نیازی به این نداریم که بیمار مصرف متفورمینش رو قطع کنه، اما بعد از تصویر برداری حتما باید تا 48 ساعت از مصرف متفورمین خودداری بشه و بعد از اینکه دوباره EGFR بیمار گرفته شد و اطمینان حاصل کردیم که عملکرد کلیه بیمار طبیعیه، دوباره میتونه مصرف متفورمین رو شروع کنه. و همینطور اومده مطرح کرده که برای آنجیوگرافی هم محدودیت در واقع همین محدودیت ها رو اعمال می کنیم و مشکلی نیستش برای بیمار. و اما دسته آخر بیمارانی هستن که EGFRشون کمتر از 30 میلی لیتر بر دقیقه هستش. FDA اصلا اومده تو این دسته‌بندی گفته که اصلا بیمارهایی که EGFRشون کمتر از 30 نباید متفورمین مصرف کنن و اصلا تجویز متفورمین برای این بیماران باید ممنوع بشه. حالا چه برسه که بخواد محدودیت خاصی هم برای تصویر برداری و مواد حاجب برشون در نظر بگیره. و حتی اومده اینم گفته که
در تا جایی که میشه اصلا نباید این بیماران تحت تصویر برداری با مواد حاجب یوردا قرار بگیرن، مگر در مواردی که واقعا نیاز باشه. آخرین موضوعی که میخوام توی این مبحث بهش بپردازیم یکی از مواد حاجب ما هستش که اون هم با تزریق داخل وریدی انجام میشه به اسم گادولینیوم که میدونیم یکی از متداول ترین مواد حاجب مصرفی توی MRI هستش و میشه گفت تا حدودی مصرف متفورمین و محدودیت هاش به دوز تزریقی این ماده حاجب بستگی داره. دوز استاندارد تزریقی گادولینیوم 0.1 میلیمول بر کیلوگرم تعریف شده و از نظر دسترسی هم که تو حجم‌های مختلفی میشه بهش دسترسی پیدا کرد که تو تصویرم میبینید مثلا 15cc, 20cc, 10cc که حالا اصلا ما به عنوان مثال اگر بخوایم ببینیم که با این دوز ریت استاندارد مثلا حجم 15cc برای چه بیماری مناسب هستش میگیم که با 0.1 میلیمول بر هر کیلوگرم وزن بیمار یک حجم 15cc گادولینیوم برای یک بیمار 75 کیلوگرمی مناسبه. حالا طبق همین میایم محدودیت های متفورمین رو بررسی میکنیم. اگر که در واقع رنج دوز تزریقی گادولینیوم بین 0.1 تا 0.3 میلیمول بر کیلوگرم باشه در واقع نیاز به قطع مصرف متفورمین قبل از تصویر برداری با گادولینیوم نیستش و اینجا اگر اومدیم گفتیم 0.1 تا 0.3 بخاطر این هستش که خب یه سری از تصویرداری ها مثل آنژیوگرافی های MR در واقع دوز بیشتری نیاز دارن نسبت به دوز استاندارد. و آخرین موضوعی هم که توی این قسمت هست اینه که در صورتی که دوز تزریقی گادولینیوم بخواد بیشتر از 0.3 میلیمول بر کیلوگرم باشه و یا اینکه EGFR بیمار هم کمتر از 30 میلیلیتر بر دقیقه باشه کلا نباید اصلا چه سیتی چه MRI نباید انجام بشه مگر اینکه شرایط حاد و اورژانسی باشه و پزشک این رو درخواست بکنه که اون هم باید همه موارد احتیاطی و اینها همه در نظر گرفته بشه. خب اینا همه مطالعی بود که یک کارشناس میتونست در مورد متفورمین و محدودیت های مصرفی اون در قبال بیمارانی که میخوان تحت تصویر برداری با مواد حاجب یوددار قرار بگیرن بدونه و میتونه براش مفید باشه. امیدوارم مطالبی که براتون توضیح دادم روشن بوده باشه، واضح توضیح داده باشم و ممنونم از اینکه ویدیوهای من رو نگاه کردین. روز خوبی داشته باشین.